خب به نام خداوند دانای دادگر، ما در ماده 90 رسیدیم به بخش سوم که موضوع معین که مورد معامله باشد. اینجا اومده در ماده 214 در موردش صحبت کردن. موضوع معین که مورد معامله باشد، گفتیم که یک مورد معامله باید داره شرایطی باشد تا قرارداد معتبر و نافذ شناخته بشود. حالا برای اینکه یک قرارداد معتبر و نافذ شناخته بشود باید چه شرایطی داشته باشد؟ حالا ما خواهیم دونه دونه این شرایط رو بگیم. به عبارت دیگر، ماده 214 قانون مدنی میگوید مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می نماید. حالا چه چیزی می تواند مورد معامله قرار گیرد که داره شرایط ذیل باشد؟ پس گفتیم برای صحت هر معامله یه سری شرایطی می خواد. قصد طرفین و رضای آنها که در موردش توضیح دادیم، اهلیت رو که در ویدیو برنامه قبلی توضیح دادیم. حالا موضوع معین که مورد معامله باشد، میگیم یک، مالیت داشته باشد، منفعت عقلایی داشته باشد، منفعت مشروع داشته باشد، تسلیم آن مقدور باشد، مبهم نباشد، معین باشد، قابل انتقال باشد، در حین عقد موجود باشد. خب حالا این که میگیم در حین عقد موجود باشد، 8 مورد هست. اما قبل از اینکه این 8 مورد رو بگیم، ماده 214 قانون مدنیتون رو دقت کنید. ماده 214 قانون مدنیتون اگر جلوتون هست، در ماده 214 گفته مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را نماید. به نظر شما این ماده عقد تملیکی رو داره بیان میکنه یا عقد عهدی رو داره بیان میکنه؟ خب اگر دقت بکنید با این توضیحی که میدید متوجه میشید که ماده داره چی میگه؟ عقد عهدی رو بیان میکنه. اما دلیلش، گفتیم مورد معامله ممکن است مالی باشد، داریم ماده 214 رو توضیح میدیم، که متعهد به تسلیم آن تعهد بنماید، مانند تعهد به تسلیم مثلا کتاب معین یا خانه معین، یا منظور از تعهد به تسلیم مال باشه یا تعهد به انتقال مال باشه. پس میگیم ماده مزبور همش بحث از تعهد داره میکنه، یعنی عقد عهدی رو بیان میکنه، از عقد تملیکی نام نبرده. پس عقد تملیکی میگیم مال معینی است که در حین عقد موجود بوده و مورد انتقال قرار گیرد. مال مزبور میتونه عین خارجی باشد، مانند خانه و یا منفعت آن باشد، مثل منافع سه ساله خانه. پس منافع به تبع عین در حین عقد موجوده، یا حقی بر عین خارجی باشد، مثل حق انتفاع و حق ارتفاع، و یا حق مالی دیگری باشد، مانند طلب، چنانکه کسی از دیگری 1000 ریال طلب دارد و آن را به شخص ثالثی انتقال می‌دهد. پس ماده 214 عقد عهدی رو بیان کرده. عقد عهدی هم عبارت از اینه که انتقال مال، تسلیم مال به صاحبش، انجام عمل، ترک عمل، ما اینها رو میگیم عقد عهدی. و مورد عقد تملیکی عبارت از مال معینی که به دیگری انتقال داده میشه. یعنی من یک خانه معینی رو دارم که میام اون رو به دیگری انتقال میدم. اما اگه صحبت از این کردیم که صحبت از انتقال مال کردیم، یعنی یک تعهده، من تعهد دارم که این خونه رو انتقال بدم، من تعهد دارم که این پول رو به شما بدم، من تعهد دارم که این عمل رو انجام بدم، من تعهد دارم که این عمل رو انجام ندم. مثلا فرض کنید که من دو تا زمین دارم که در کنار همدیگه قرار گرفته، میخوام یکی از این زمین ها رو بسازم ولی پولش رو ندارم، میام زمین بغلیمو، این دوتا زمینی که مجاور هم دیگه است رو، میام اون یکی رو میفروشم، در این حال تعهد میدم که دو طبقه بیشتر نسازم که به اون خونهی که فروختم به بغلی دیدی نداشته باشه. پس این تعهد به ترک عمل میدم، یعنی قول دادم که چیکار کنم؟ قول دادم که دو طبقه بیشتر نسازم. پس بنابراین این تعهد، عقد عهدی، انتقال مال، تسلیم مال،
انجام عمل و ترک عمل. پس بنابراین ماده 214 عقد عهدیه، چون گفتیم اگر عقد تملیکی بود میشد عبارت از مال معینی که به دیگری انتقال داده بشود. مثل این میمونه که منده خانه معینی داشته باشم، بگم این خانه مال منه، این خانه ای که مال منه رو به شما انتقال میدم، این میشه عقد تملیکی. حالا این رو هم توضیح بدیم. معاملات معوض گفتیم دارای دو مورده، یکی را عوض و دیگری را معوض میگویند که هر یک در مقابل یکدیگر قرار میگیره. معاملات غیر معوض اینا رو همه رو توضیح دادیم قبلا، دارای یه مورده که موضوع اون تعهد یا انتقاله. برای همین میتونیم اینطوری هم تشخیص بدیم. گفتیم عقد بی، من میام خونم رو به شما میفروشم، پس من دارم به شما چیزی میدهم، شما هم داری چیزی در ازاش به من میدی، من به شما خانه میدهم، شما به من پول میدهی، پس این میشه معامله معوض. یعنی یکی را عوض و دیگری را معوض میگویم. اما اگر یک تعهد بود، مثل همین حالتی که من تعهد میکنم که مثلا خونم از دو طبقه بیشتر نشه، این که در مقابلش دیگه عوضی قرار نگرفته، پس بنابراین اینجا میتونیم تشخیص بدیم از معاملات معوض و معاملات غیر معوض. پس معاملات معوض دو تا مورد داره که یکی رو عوض و دیگری رو معوض میگویند، و معاملات غیر معوض داره یه مورده که موضوع تعهد یا انتقاله، برای همین بهش میگیم عقد عهدی. یک تعهد یک طرفه است، مثل عقد هبه. مثلا میگم من این مال رو به تو هبه میکنم، خب هبه کردن یک تعهدی دارم برای اینکه این مال رو به شما بدم، در مقابلش چیزی دریافت نمی کنم، پس این عقد یک طرفه به عبارتی است که موضوعش فقط تعهد یا انتقاله. حالا گفتیم چیزی میتواند مورد معامله قرار بگیرد که شرط ذیل رو داشته باشه، یعنی بند سوم که گفته در بند سوم ماده 190 گفته موضوع معین که مورد معامله باشه، یکیش اینه که مالیت داشته باشد. پس حالا مالیت داشته باشه یعنی چی؟ میگیم چیزی که مورد معامله قرار میگیره باید مالیت داشته باشه، یعنی بتونه مورد داد و ستد قرار بگیره، یعنی در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد. مثلا اگر ارزش معاوضه نداشته باشه، مثل هوا، نور خورشید، امثال اینها، میگیم اینا نمیتونه مورد معامله واقع بشه. یا عمل یا ترک عملی که مالیت و ارزش معاوضه ندارن، اینها هم میگیم چیزی که ارزش، به عبارتی چیزی که ارزش داد و ستد نداشته باشد یعنی مالیت ندارن. پس بنابراین از شرایطی که در بند سوم هست که موضوع معین که مورد معامله باشد، یا به عبارتی چیزی میتواند مورد معامله قرار بگیرد که دارای شرط ذیل باشد که ارزش معاوضه داشته باشد. پس برای صحت هر معامله همین شرایط بندی 1, 2, 3, 4 باید وجود داشته باشه. برای این چیزی که مالیت نداشته باشه، یعنی ارزش داد و ستد نداشته باشه، اون معامله صحت نداره، پس اون معامله باطله. بعد گفتیم معامله باید منفعت اقلایی داشته باشه. یعنی چی منفعت اقلایی داشته باشه؟ یعنی مورد معامله باید منفعتی داشته باشه که جامعه و اقلا را بپذیرند، حالا ولی اون که منفعتش ناچیز باشه. حالا خواه متعهد لب بتواند از آن منتفع شود یا نتواند، اونش مهم نیست. حالا این منفعت هم که بحث از منفعت میکنیم شامل نفع مادی، اخلاقی، اجتماعی و همه اینا میشه. یه موقع همه این نیست که فقط نفع مادی وجود داشته باشه، ممکنه نفع اجتماعی داشته باشه. من میام یک مالی رو وقف میکنم، برای من نفع مادی نداره اما نفع اجتماعی داره، یا نفع اخلاقی برای من داشته باشد. بنابراین گفته متضمن منفعت اقلایی باشد، یعنی اگر نه نفع مادی، نه نفع اخلاقی، نه نفع اجتماعی نداشته باشد باطله. چرا؟ چون باز از برای صحت هر معامله شرط ذیل اساسی است، میگیم بند سوم رو ندارد که منفعت اقلایی باشد. منفعت آن مشروع باشد، سومین مورد. با در ماده 348 قانون مدنی گفتیم بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است باطل است.
پس این منظور از کلمه مشروع چیزیه که قانون آن را من ننموده باشد. پس بنابراین منفعت مشروع منفعتی است که انتفاع از آن را قانون من نکرده باشد. حالا ممکنه یک مالی استفاده از آن نسبت به بعضی افراد ممنوع باشه، نسبت به بعضی دیگر مجاز باشه. مثلا میگیم اون معامله اشکالی نداره، مثلا مواد منفجره استفاده از آن برای ارتش مجازه، ولی افراد نمیتوانن آن را داشته باشن یا معامله بکنن. ارتش میتونه بره این معامله را انجام بده، اما اشخاص عادی، افراد عمومی جامعه نمیتونن اون را انجام بدهن. پس بنابراین هر کسی میتونه با اجازه دولت مواد منفجره رو تهیه نموده و مثلا به ارتش بفروشد. پس این منفعت آن مشروع باشه، منظور این هست که منفعت مشروع منفعتی است که انتفاع از آن را قانون من نکرده باشد. این هم در این خصوص. چهارمین مورد گفتیم تسلیم آن مقدور باشد. چیزی که مورد تعهد یا به عبارتی مورد انتقال قرار میگیره باید چی؟ متعهد یا ناقل بتونه اون را به منتقلون اله یا متعهدون اله تسلیم بنماید و الا معامله باطله. حالا در صورتی که به جهاتی از جهات ناقل یا متعهد نتواند آن را تسلیم بکنه ولی متعهدون اله منتقلون اله بتواند آن را به دست آورد، تسلیم آن مقدور محسوب میشود، یعنی باز معامله صحیحه. چرا؟ زیرا منظور قانون از قدرت داشتن متعهد بر تسلیم مال رسیدن مال به متعهدون له و منتقلون اله هست که در این صورت باز حاصل میشه. مثلا فرض کنید مزرعی را کت خدای آن قصد نموده و مالک مزرعی نمیتونه اون را از قاصب مسترد داره، ولی یکی دیگه از مثلا اشخاص پرنفوذ در اون منطقه میتونه اون را تصرف بکنه. پس این میگیم معامله باز هم صحیحه. پس بنابراین هرگاه مال مورد معامله را نتوان تسلیم نمود و یا عمل مورد تعهد را نتوان انجام داد، یا در صورت که مورد تعهد ترک عمل است از ترک آن نتوان خودداری کرد، آن معامله باطل میباشد. این موارد رو در حقوق مدنی 6 بیشتر باهاش آشنا میشید. ما بیشتر میذاریم در اینجا که در حدودی که مطالبی که فقط مهم هست. بعدش گفته مورد معامله باید مبهم نباشد. مورد معامله باید معلوم باشه مگر در موارد خاصه که علم اجمالی با آن کافی است. اینو ماده 216 میگه. پس مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد و کافی نیست که یکی از متعاملین آن را بداند و دیگری به آن جاهل باشد، زیرا معامله مزبور قراری و معامله قراری هم میگیم باطله. پس مورد معامله باید معلوم باشه، یعنی بین دو سه تا چیز مجهول نباشه، یکی از این دو سه تا چیز نباشه. مورد معامله باید مشخص شده باشه. برابری مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشه. و ششمین مورد هم این هست که گفتیم موضوع طبق بند سوم ماده 190 قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشه. بنابراین مورد معامله نمیتواند یکی از دو یا چند شیء معین باشد، مثلا چنان که کسی تعهد نماید پس از دو ماه خانه و یا باغ خود را به دیگری انتقال بدهد و یا تعهد کند که هر یک از آن دو را که متعهدون له بخواهد به او انتقال دهد. آن تعهد باطله. چرا؟ چون مشخص نشده. پس فرق بین بند پنجم که مبهم نباشد با بند ششم در اینه که در بند پنجم این که ما میگیم مبهم نباشه یعنی اوصافش مشخص باشه، مورد معامله نزد طرفین معلوم باشه. چرا؟ چون اگر مجهول باشه اون معامله میشه قراری، با معامله قراری هم باطل میشه. بنابراین علم متعاملین به مورد معامله به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل میگردد. پس بنابراین اگر ما نسبت به اون معامله کمیت و کیفیت پیدا بکنیم در همین حد
کافی هست. اینه که در ماده 216 هم میگه. و در ماده این که گفته مورد معامله باید معین باشد، یعنی چی؟ یعنی بین دو یا چند شیعه، اگر بین دو یا چند شیعه اون شیع باید مشخص شده باشه. پس برای مورد معامله نمیتونه یکی از دو یا چند شیعه معین باشه، یکی از این ستا باشه. وقتی شد یکی از این ستا دیگه مورد معامله معین نیست. یعنی چی یکی از این ستا؟ یا تعهد کند که یکی از این دوتا رو میده. پس باید مورد تعهد یا مورد مالی که میخواد انتقال پیدا بکنه مشخص باشه، بگه این خانه را میدهم، نه اینکه بگه مثلا یکی از این ستا خانه را میدهم. این جا دیگه مورد معامله معین نیست. پس بنابراین مورد معامله باید معین باشه. خب دو تا مورد دیگه موند. یکی مورد معامله باید قابل انتقال باشه. معامله‌ای که مقتضای آن انتقال مال است، مورد آن باید قابلیت انتقال رو داشته باشه، خواه آن معامله عهدی باشد خواه تملیکی. چرا؟ چون نتیجه معامله مضمون مالک شدن منتقل الیه است. پس هرگاه مورد معامله قابلیت انتقال رو نداشته باشه، میگیم اون تعهد لغو و عمل غیر عقلایی خواهد بود. پس مورد معامله باید قابلیت انتقال رو داشته باشه دیگه. من میخوام یه چیزی انتقال بدم، باید این قابلیت انتقال وجود داشته باشه. پس اموالی که قابلیت انتقال رو ندارن، مشترکات عمومی، موقوفات، مگر در مواردی که قانون اجازه فروشش رو داشته باشه. پس من اگه مشترکات عمومی رو انتقال دادم، خب این عمل باعث باطل شدن معامله میشه، چون گفتیم مشترکات عمومی متعلق به همه است. پس بنابراین این اموال قابلیت انتقال رو ندارن. و مورد آخر، مورد معامله باید در حین عقد موجود باشه. این که مورد معامله باید در حین عقد موجود باشه، شرط مضبوط در عقد تملیکیه که مورد معامله به وسیله عقد از یک طرف به طرف دیگر تملیک و انتقال داده می شود. چرا؟ چون فقط مال موجود رو می توان مورد تملیک قرار داد و نمی توان مال غیر موجود را انتقال داد. ما مالی که وجود داشته باشه می تونیم انتقال بدیم، مالی که وجود نداشته باشه که نمی تونیم انتقال بدیم. ولی آن که حتی بگیم پیدایش آن در زمان بعد تحقق پیدا بکنه، اما در عقد عهدی می تونیم. در عقد عهدی می تونیم. میگیم در عقد عهدی همچنان که مالی میتواند مورد تعهد قرار گیرد که در حین عقد موجود باشد، میتواند نیز مالی قرار گیرد که پس از عقد موجود شود. مثلا کارخانه اتومبیل سازی میتواند تعهد کند که چندین اتومبیل مثلا مدل دو سال بعد رو از طبق عکس و نقشه آن را ساخته و تحویل دهد. پس در عقد عهدی میشود، اما در عقد تملیکی نمی شود. چرا؟ چون مورد معامله باید در حین عقد موجود باشه تا شما بتونی معامله رو انتقال بدی. چون داری میگی عقد تملیکی، عقد تملیکی یعنی باید همون موقع مال انتقال بتونی اون مال رو انتقال بدی به دیگران. اما در عقد عهدی یک تعهده، میتونی تعهد 3 ماه دیگه انجام بدی، میتونی تعهد 6 ماه دیگه بگی تعهد میدم 6 ماه دیگه این مال رو انتقال بدم. حالا این مال ممکنه 3 ماه دیگه به دست شما ایجاد بشه و شما اون موقع این مال رو تعهد بدید. پس این هم از مواردش. بند 4 مشروعیت جهت معامله است. پس همه رو گفتیم، رسیدیم به مشروعیت جهت معامله.